سلام، شنبه 5 آبان 97، 27 اکتبر 2018 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه جنازه دکتر فرشید حکی رو بنابه گزارش های رسیده دفن کردن بدون اینکه بگن علت مرگ چه بود و به خانواده او هم فشار آوردن که حرف نزن. در توییت یکی از حزب اللهی ها اومده که خیلی با او مسئله داشتیم ولی نمیخواستیم او رو بکشیم. به نظر میرسه که بخش های دیگری از این گروه ها به کمر به قتل دکتر فرشید حکی بستند. سه فعال ترک آذری در تبریز بازداشت شدند. علت هم شرکت اونها در مراسم سالگرد غلامرضا امانی است که بهشون اخطار کرده بود دستگاه های امنیتی که بازداشتتون میکنیم و گوش نکردن، در مقابل گورستان مارالان بازداشت شدن. اسامی این سه نفر سجاد افروزیان، ابراهیم رنجبر و سعدالله ساسانی است. در مرند هم خانم حکیمه احمدی بازداشت شده و به نقطه نامعلومی منتقل شده. به این ترتیب دیده میشه فشار روی بخش‌های مختلف جامعه ایران از جمله اقوام و گروه‌های اتنیکی کشور افزایش پیدا کرده. در ماکو میلاد قزلباش امروز شنبه 5 آبان بازداشت شد و عادل پیروزی هم در روستایی از توابع مریوان بازداشت شدند. اتهام هر دو هم ارتباط با احزاب مخالف کردیست. موضوع دوم این که بازنشستگان بانک ها امروز از سراسر کشور به تهران آمدند، جلوی صندوق بازنشستگی بانک ها تجمع اعتراضی داشتند و به گفته درست اونها این است که ما چند برابر زیر خط فقر هستیم. بازنشستگان بانک ها خواستار همترازی حقوقشون هستند با سایر بازنشستگان کشوری و پرداخت اون از 95 تا کنون. در سه استان هرمزگان، لرستان و سمنان، در چندین شهر مختلف این سه استان کارگران خطوط ابنی فنی راه آهن دست به تجمع اعتراضی زدند. 3 ماه حقوق نگرفتند و چندین سال هم سنوات طلبکارند. این برای چندمین باره که کارگران راه آهن دست به تجمعات اعتراضی میزنند. دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز هم تجمع اعتراضی داشتند به حضور گشت ارشاد در اطراف دانشگاه و ایجاد جو امنیتی برای دانشجویان. تجمع دانشجویان رشته های پزشکی دانشگاه آزاد هم کماکان در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه ادامه داره. بیش از 5000 نفر ثبت نام شدن و حالا میگن ظرفیت نداشتن و باید انصراف بدن. موضوع سوم این که آقای محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی، عنوان کرده که بیمارستان‌های خصوصی کشور در آستانه ورشکستگی هستند. نقدینگی ندارند و پرداخت بیمه‌ها با تأخیر صورت می‌گیرد، در حالی که با گران شدن کالاها فروشنده‌ها همه نقد معامله می‌کنند و گفته اگر دولت به فکر نباشه بیمارستان‌های خصوصی به زودی ورشکست می‌شه. آقای شیخ محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین قم، هم که به حکومت و شخص آقای خامنه‌ای نزدیکه، نامه علنی اولدارم بلدارم این نوشته، خطاب به آیت الله شبیری زنجانی از مراجع تقلید، به دلیل اینکه او دیداری داشته با آقایان خاتمی و موسوی خوینی ها و کرباسچی و عبدالله نوری و معادی خواه، و در این نامه آقای با دست به کمر زدن آقای شبیری رو تهدید کرده و گفته ترتیبی اتخاذ فرمایید که این گونه مسائل دیگر تکرار نگردد. حسین اشتری، فرمانده پلیس تهران، پلیس ایران، هم
عنوان کرده که تا روز جمعه 1.5 میلیون زائر از مرزهای سگانه ایران به داخل عراق رفتند برای مراسم اربعین که تبدیل به یکی از مراکز هزینه نظام سالیانه شده و در اون سعی میکنه که به رخ عربستان و کشورهای سنی منطقه بکشه که شیعیان چنین تجمعی دارند، موضوعی که بیش از پیش به شکافهای بین شیعه و سنی در جهان اسلام دامن میزن. بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ تورم در مهر ماه 15.9 یا نزدیک به 16% بوده و تورم نقطه به نقطه نسبت به مهر ماه سال گذشته بیش از 36.9% یعنی 37% بوده. به این ترتیب دیده میشه که ما با زیمبابوی یا ونزوئلایی شدن فاصله چندانی نداریم. نرخ بالای تورم فشار رو بالا خواهد برد روی مردم و احتمالاً امواج تورمی پی در پی خواهد رسید. هر چهار وزیر پیشنهادی آقای روحانی در مجلس رأی اعتماد آوردند و از همه جالبتر آقای محمد شریعت مداری است که قبلاً 80 نفر برای استیضاح او به عنوان وزیر صنعت نامه امضا کرده بودند و امروز بیش از 197 رأی آورده. موضوع چهارم این که آقای بن علوی وزیر خارجه عمان در نشست منام پایتخت بحرین عنوان کردش که وقت آن است که منطقه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. بعد از دیدار محمود عباس با پادشاه عمان و بعد هم آقای نتانیاهو، این موضع عمان که به کشور میانجی معروفه و میانجی ایران و آمریکا هم بوده و هست، میتواند که تحولی در جهان عرب باشه. اما موضوع آخر این که رئیس بسیج دانش آموزی فرمودند که امسال 13 آبان با صدای بلند اعلام میکنیم که همونطور که سال 58 از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتیم، از دیوار تحریم ها هم بالا خواهیم رفت. ضمناً عکس ملوانان آمریکایی رو که نخواسته بودن تیراندازی کنند و اسیر ایران مدتی شده بودند، قرار شده ایشون گفته به عنوان ذلت آمریکایی ها در کتاب آمادگی دفاعی کلاس 10 درج بشه. آقای صدیقی امام جمعه تهران هم فرمودند که امام ورق و پاسور رو از دست جوانها گرفت و به آنها قرآن و اسلحه داد. البته باید گفت که بیش از قرآن و اسلحه هم هروئین و تریاک بین جوانها توزیع شدند. که صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید. با امید پیروزی ایران و ایرانی.